تو این بخش از برنامه راهی استانبول در ترکیه هستیم تا به اتفاق سبا آلاله، روانشناس و کنشگر اجتماعی، از زاویه تازه‌ای به یکی از داغ‌ترین موضوعات روز در فضای خبری رسانه‌های اجتماعی نگاه کنیم. اما قبل اینکه به اصل موضوع بپردازیم، بذارین یادآوری کنم که یکی از اخلاق‌های حسنه ی آقایون علما و خانواده‌هاشون ازدواج‌های فامیلیه. مثلا علی لاریجانی با جناق احمد توکلیه که جفتشون هم دومادای شهید مطهری هستن. خود مطهری هم که با جناق خونده دکتر شریعتی بوده. یا عباس آخوندی، اما وزیر سابق راه و شهرسازی، با ناطق نوری با جناقه. و حتی مجتبی خامنه ای، پسر آقای خامنه ای که با جناق ایرانی آمریکایی داره، یعنی روح الله رحمانی. البته لیست بانجان آقای نظام خیلی بلند بالاتر از این حرف است. از جمله حجت الاسلام، مهدی حقشناس، معاون ستاد امر به معروف استان گیلان که با جناق بگذاریم و بریم سر اصل ماجرا. هنوز ماجرای افشای تصاویری از رابطه جنسی مدیر کل ارشاد استان گیلان داغ بود که خبر رسوایی دیگری از راه رسید. این بار معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر همین استان که با باجناق خود که اون هم یک آخونده رابطه جنسی داره. این دو ماجرا در کنار افشای روابط جنسی مدیر صدا و سیمای استان گیلان با منشی خود و همچنین لو رفتن تصاویری از خودارضایی یک عضو شورای شهر بندر انزلی که قاری ممتاز استان گیلان هم هست، بار دیگر به این موضوع دامن زده که چرا واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. در حالی که گرایش جنسی هر فرد در جهان آزاد امری محترم شمرده می شه، اما افشای روابط جنسی این مقامات خصوصا در مورد مهدی حقشناس، معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گیلان و نیز رضا ثقتی، مدیر کل ارشاد همین استان، وقتی بیشتر توجه مردم خصوصا کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به خود جلب می‌کنه که همین افراد از بانیان فشار به جامعه در موضوع حجاب و از مجریان قانون علیه هر گونه فعالیت جنسی خارج از عرف به رسمیت شناخته شده توسط قوانین مذهبی در ایران هستند. اینکه چرا عاملان سختگیرانه ترین قوانین علیه گروه‌های دگرباش جنسی که حتی تا پای اعدام هر دگرباشی پیش میره خود علاقه من به چنین روابطی هستند، چیزی جز فرو افتادن پرده ریاکاری و دورویی در بانیان و مجریان این قوانین نیست و مصداق بارزی از اون که سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی تنها جولانگاه کسانی است که با شعارهای توخالی و متملقانه از پله‌های ترقی نظام بالا میرن، حتی به قیمت اون که پا بر خواسته‌های ذاتی خود بگذارند و در تعریف هویت خود هم به دروغگویی و ریاکاری متوسل بشن. اما ساختار حاکمیت هر بار تنها با یک ترفند از خود دفاع میکنه: انکار موضوع، تردید در صحت روابط افشا شده و ماسمالی کردن ماجرا با تکیه بر فراموشکاری اجتماعی. این انکار موضوع یکی از روش‌های مرسوم میسینفورمیشن محسوب میشه که سویه تعارض در مثل یا کانفلیکت این اگزمپل نام داره. همونطور که گفتم، سبا آلاله روانشناس بالینی با ماست تا به اتفاق به همین ماجرا بپردازیم. سبا، خیلی خوش اومدی به دیکود. این همه تعارض در رفتار و عمل مسئولان جمهوری اسلامی از کجا نشأت میگیره؟ من هم سلام میکنم مهدی عزیز، هم به خودت و هم به همه همکاران دیکود و همه بینندگان عزیز که ما رو دارن در حال حاضر میبینن. ببین، از کلمه تعارض گفتی مهدی، به من اجازه بده که این مسئله رو از بود روانشناسی مقدار بشکافم، چون دیدم در صحبتات بسیار بهش اشاره کردی. مسئله تعارض و تضاد ابعاد بسیار گوناگونی تو روانشناسی داره، به دلیل اینکه اصلا ما اگر که سلامت روان رو بخوایم داشته باشیم، نیاز داریم که توی رفتار، توی افکار و احساساتمون همبستگی ایجاد بشه و این هر سه موضوع و این مثلث روانشناسی باید با همدیگه همبسته باشن. وقتی این سه از همدیگه جدا میشن و گسسته میشن، فرد دچار تعارض میشه، فرد دچار یک رویکرد تضادی میشه که معمولا به تضاد در، یعنی به گونه ای فکر میکنه ولی به گونه دیگه ای عمل میکنه و این میتونه برای فرد آسیب‌زا باشه.
هر زمانی که شما از واژه تعارض استفاده کردی، بدون که در اون موضوع نیازهای روانی و جنسی، نیازهای فردی و اجتماعی یک گروهی نادیده گرفته شده. خب حالا برگردم به سوال خودت، گفتی چرا مسئولین جمهوری اسلامی اینقدر تعارض دارن؟ ببین، مسئولین جمهوری اسلامی هم مثل هر فرد دیگه تشکیل شده از یک روان فردی و روان اجتماعی هستن که در سالیان خیلی زیادی اونها هم به دلیل اینکه افراد سلطه پذیری بودن در حکومت تمامیت ها و حکومت خودکامه، بسیاری از نیازهای روانی اونها نادیده گرفته شده، بسیاری از نیازهای جنسی اونها نادیده گرفته شده، سرکوب شده، به دلیل اینکه افراد تصور میکنن که چون در این چارچوب قرار دارن موظف هستن که اون نیازهای روانی رو سرکوب بکنن، واپس روی بکنن تا بتونن اون جایگاه اجتماعیشون. خب اینجوری که اینجوری که داری تعریف میکنی آلاله سبا، احساس میکنم که یه جورایی خود اینا هم قربانی هستند، ولی چه چیزی تو محتوای قوانین محدود کننده جامعه ما وجود داره که به چنین رویدادهای دامن میزنه و این موضوعات رو برای یه بخش بزرگی از مردم هم به موضوع داغ مبدل میکنه؟ دقیقا باهات موافقم نیستی که اینها هم افراد قربانی و افراد پرآسیبی هستن، به دلیل اینکه افرادی هستن که سلطه پذیرن، یعنی موظف هستن یک سری نیازهای خودشون رو نادیده بگیرن. همونجوری که میبینیم در خیلی از این چیزها، خودت به خیلی چیزها اشاره کردی که رفتارهایی میبینی که تعجب میکنی، ولی من تعجب نمیکنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میدونم این افراد سالیان بسیار زیادی در زیر سلطه بودن، سرکوب شدن، ولی امروز به اون نیازهای روانی خودشون آگاه شدن. حتی از قانون زدی، مثلا من این نکته رو بگم که قوانین هر جامعه ای باید بر اساس نیازهای فردی و اجتماعی جامعه باشه و نیازهای افراد رو باید در نظر بگیره. ولی قوانین جمهوری اسلامی بر چه اساسه؟ قوانین جمهوری اسلامی بر اساس یه سری پایگاه‌های دینی و مذهبیه. خب همه ما هم میدونیم پایگاه‌های دینی و مذهبی به ما چی میگه؟ اینکه نیازهای روانی جنسی خودت رو سرکوب کن، نیازهای فردی خودت رو سرکوب کن و به عنوان یک فردی که باید ارزش‌ها و الگوهایی که مثل اسطوره ها، مقدس انگاری ها، اونها هستن و فقط اونها رو بپذیر. خب اول قدم اینه که اون فرد نادیده گرفته میشه، اون فرد برای مدت‌های زیاد خودش رو سرکوب کرده و همون دلیل هستش که قوانین هم امروز نه برای خود حکومتی ها جواب میده، نه برای افراد جامعه جواب میده، به خاطر که سر تا سر این قانون متوسل بر پایگاه‌های مذهبی و دینی شده. بی نهایت از تو ممنونم دکتر سبا آلاله، روانشناس که با دیکود همراه بودی.